25 دانشجوی آمریکایی در مرکزی در پاریس زبان فرانسه می‌خوانند. روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری 2004 آمریکا، استادی از دانشجویان آمریکایی در حضور دانشجویان دیگر می‌پرسد که در انتخابات به چه کسی رأی خواهند داد. تنها یک نفر می‌گوید به بوش رأی می‌دهد. انتخاب 13 نفر دیگر کری است. 9 نفر می‌گویند اصلاً رأی نمی‌دهند. من این مثالی البته در طول زدن عدداشی نبود، حالا عدداش زر تغییر کرده. در حالی که در انتخابات دو روز بعد جورج بوش با اکثریت حدوداً 51-48% کری را شکست می‌دهد، چرا در میان این 25 آمریکایی بوش تنها 4% رأی داشته است؟ یعنی تو جامعه، در جامعه آمریکا بعد از رأی‌گیری رأیش 51% بوده، تو این 25 نفری که اومدن آمریکایی که اومدن توی فرانسه زبان فرانسه بخونن فقط 4% رأی داشته. این تفاوت دلیلش چیه؟ ببینید نکته کلیدیش اون چیزی که تو پرانتزه، هر کدوم از دلایل زیر ممکن است تا حدی درست باشند. یعنی اینکه ممکنه ما یه سری از این دلایل رو بگیم، بعد شما بگید که خب بالاخره اینم درسته دیگه، درسته، میفهمید. هر کدوم از این دلایل ممکنه تا حدی درست باشند، اما شما مهمترین دلیل رو انتخاب کنید. یعنی این از جنس انتخابایی که خیلی وقت در مقابل روزنامه‌نگار قرار میگیره. من مثال میزنم از چیز بیام بیرون. شما فرض کنید مصاحبه شونده یه شبکه بین‌المللی هستید، مثلا CNN میاد با شما مصاحبه کنه، میخواد راجع به یه اتفاقی که تو ایران افتاده توضیح بدید. شما واسه این اتفاق میگه که مهمترین دلیلش چیه؟ شما 12 تا دلیل تو ذهنته، اما اون به شما وقت نمیده 12 تا دلیل تو بگی، مهمترینشو بگو. 12 تا دلیل داری، باشه 11 تاشو بذار کنار، یکیشو بگو، وگرنه خبرنگار تو رو قطع میکنه و تو شروع میکنی و شما شروع میکنید کلنجار رفتن با مصاحبه کننده که نه من آخه حرف دیگه هم داشتم و احیانا رابط هم به هم میریزه. ولی این منطق کار بعضی از رسانه هاست. طبیعتاً الان هم با داریم از همین زاویه صحبت میکنیم، هر کدوم از دلایل زیر ممکنه تا حدی درست باشن، اما شما درستترینش رو بگید. الف، چون جمعیت مسلمان فرانسه زیاد است. یعنی میخوایم بگیم که چرا در حالی که توی آمریکا 51% جورج بوش رأی دادن، اما توی مرکز آموزش فرانسه تو پاریس 4% دانشجوی آمریکایی گفتن که به 4% آمریکایی یا لزوما دانشجو نبودن تو کشور خودشون گفتن که به بوش رأی میدن. چون جمعیت مسلمان فرانسه زیاد است، خیلی از آنها از جورج بوش خوششان نمیآید. آمریکایی‌ها نگران امنیت خود هستند. یعنی اینکه خیلی‌هاشون ممکنه متمایل باشن به جورج بوش ولی نگن که اتفاق واسهشون نیفته. ممکنه واقعا قابل تصور باشه این نگرانی‌ها، ولی اینکه یک دانشجوی، یک نفر آمریکایی که داره در یک مرکزی زبان فرانسه یاد میگیره تو پاریس نگران این باشه که اگه بگه من تو انتخاب بخوام شرکت کنم به کی رأی میدم، مثلا سرشو ببرن یا اینکه اذیتش بکنن، واقعا این دیگه خیلی چیز عجیب و غریبیه. غیر قابل تصور نیست کسایی این فکر رو داشته باشن ها. اما احتمالاً این بهترین توضیح یک همچین پدیده‌ای نمیتونه باشه. ب، چون رابطه فرانسه و آمریکا بر سر حمله دولت بوش به عراق به شدت تیره شد، در نتیجه دانشجویان آمریکایی نمیخواستن جلوی فرانسوی از جورج بوش حمایت کنن. اینم باز مثل اولیه. مثلا اگر ما تصوری که داشته باشیم از یک جوان آمریکایی که اومده توی فرانسه درس بخونه این تصور باشه که در ارتباط با هر حرفی که میزنه نگرانیش این باشه و مسئله تعیین کنندش این باشه که خب حالا ملت فرانسه راجع به این حرف به طور میانگین چی فکر میکنن، این خیلی عجیبه. قابل تصوره که کسانی این ملاحظه رو داشته باشن، ولی اینکه ما این رو علت غالب بدونیم در یک تفاوت مهم آرای یک کاندیدا در خاک آمریکا و در بین مثلا شهروندان آمریکایی که دارن یه زبان فرانسه میخونن، به نظر میاد که خیلی خیال پردازیه و لزوما توضیح نمیده داستان رو. گزینه بعدی، چون مادر جان کری متولد و بزرگ شده فرانسه است و دانشجویان آمریکایی ترجیح میدادند جلوی فرانسوی‌ها از رقیب او حمایت نکنند. واقعا اینم مثل قبلیه دیگه تقریبا. اینکه توی ذهن مثلا یک شهروند آمریکایی همچین ملاحظاتی وجود داشته باشه واسه اینکه بخواد اطلاع بده من به کی رأی میدم اگه بخوام رأی بدم، این هم باز واقعا ما هیچ چیزی در اثباتش نداریم. یعنی به سختی ممکنه این رو یه فکت بشه تلقی کرد، یا اینکه بشه نسبت به بقیه احتمالاتی که تو این گزینه‌ها دیدیم بشه وزن بالاتری بهش داد، وگرنه خب هیچ کدوم از اینا فکت قطعی نیستن. گزینه دیگه اینکه چون دانشجویانی که فرانسه آمده بودند تا زبان یاد بگیرند احتمالاً به جان کری که فرانسه حرف می‌زند بسیار بیشتر از رقیب علاقه داشتند. اینم باز از نوع تحلیلایی که باید میشه گفت، ولی واقعیتش اینه که خیلی بر مبنای خیال پردازیه دیگه. یعنی بر مبنای اینه که مثلا ما این تصور رو داشته باشیم که در واقع یک کسی اگر میره زبان فرانسه یاد میگیره پس معنیش اینه که یه سیاستمداری که مادرش ریشه فرانسوی داره یا فرانسوی هست اون رو هم وقتی که میخواد سرنوشت خودش رو انتخاب بکنه در رأی دادن بره به اون رأی بده، به این خاطر که مادرش به یه زبانی حرف میزنه که من اون زبان رو الان اومدم یاد بگیرم.
ببینید خیلی از چیزها رو میشه گفته، ولی واقعیتش اینه که به نظر خیلی داستان خیالی و انتزاعی میاد، اگرچه قابل تصور است یه عده هم از این ملاحظات توی تصمیم گیریشون داشته باشن، ولی ما داریم در یک قضاوت کلی تر صحبت میکنیم. و گزینه آخر که درسته اینه که چون هواداران جورج بوش کمتر از هواداران جان کری، احتمال دارد، نه اینکه میآیند، احتمال دارد که به فرانسه بروند تا زبان یاد بگیرند. این گزینه به نظر در نگاه اول مسخره ترین گزینه میاد، ولی به لحاظ فکتوال قابل تأمل تره نسبت به گزینه های دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به هر حال شما احتمالاً نمیدونم بعضی از این آمارا رو دیدید دیگه، در مورد خیلی از حتی سیاستمداران محافظه‌کاری که در آمریکا پاسپورت ندارن، یعنی اساساً احتیاجی نمیبینه که سفر بکنه به کشور دیگه غیر از آمریکا، دنیا آمریکاست. و خیلی از رای دهندگان محافظه‌کار اینجوریان. در نتیجه اساساً احتمال اینکه، نمیگم این مسئله وجود نداره، این خیلی خطرناکه که ما اصلا یه دفعه بیایم در مقابل همش استدلال بگیم کی اینو گفته. من خیلی از افراد رو میشناسم محافظه‌کارن، سفرم زیاد میکنن، قطعا همینطوره. دقیقا مثل این میمونه که ما بگیم که مثلا فرض کنید که در ایران مثلا قوانین به نفع مرد هست، یکی بگه کی گفته، من خیلی‌ها رو میشناسم خانومه تونسته با همین قوانین مهرش رو بگیره، پدر طرفم در بیاره، یه پاپاسی هم طرف دستش نیاد مثلا. درسته، همه اینا رو میشه گفت، ولی قوانین من حیث المجموع به نفع مردا هست و این قابل انکار نیست و ممکنه یه پدیده‌ای واقعا وجود داشته باشه، اما ما داریم در مورد درصد وقوعش صحبت می‌کنیم. احتمال اینکه یک نفر که به یه رای دهنده، به یه کاندیدای لیبرال رای میده، مسافرت بکنه، به نظر میاد که بالاتره، درصدی بالاتره تا اینکه یک کسی که به کاندیدای محافظه‌کار رای میده سفر بکنه، مخصوصا اینکه بره سفر بکنه برای اینکه زبان کشور دیگر رو یاد بگیره. صحبت احتمالاته. این به لحاظ قانون احتمالات این گزینه درسته. هیچ کدوم از این گزینه‌ها قطعی نیست. هر کدومشون تو حدی ممکنه درست باشه، اما به لحاظ درصد این گزینه قابل تأمل‌تر هست تا گزینه‌های دیگه. و البته تو مثالی هم که من توی کلاس تعریف کردم، عملاً توضیح خود بچه‌های آمریکایی هم همین بود. کسایی که من باشون مواجه شدم و یک همچین ترکیبی داشت تقریباً آرایی که گفته بودم می‌خوایم بدیم. ممنون. ببینید نمیدونم شما در اون جلسه ای که من این مثال رو تعریف میکردم بودید یا نه. این مثال یعنی این سوال مبتنی بر یک تجربه واقعیه. البته تو اون تجربه ای که نقل کردم من تو کلاس، که تجربه شخص من بود، سال اولی که رفته بودم فرانسه، تو اونجایی که زبان فرانسه یاد میگرفتم، 11 تا دانشجوی آمریکایی بودن. قبل از انتخابات پرسیده شد که به کی رأی میدن. 7 تاشون گفتن کری، 4 تاشون گفتن رأی نمیدیم اصلا. یعنی حتی این یکی هم که من اینجا آوردم، حالا چون عددا رو تغییر دادم، اونم وجود نداشت. و واسه من خیلی عجیب بود این قضیه، دقیقاً با همین زاویه که شما میفرمایید، و واسه من غیر قابل فهم بود. و بعد از انتخابات وقتی که نتیجه اومد، رفتم در واقع، خب به هر حال چون 11 تا تو کلاس ما بودن تو کلاس، و گفتم که من یه چیزی میخوام مطرح کنم، و گفتم که آخه این چیزی که شما گفتین چی بود، این نتیجه چیه. و واقعاً تای ذهنم این بود که بالاخره مشکلی وسط وجود داره. چرا باید، درسته در هیچ بررسی آماری 11 تا که جامعه به لحاظ تعداد متعددی نیست که شما بتونید روش حکم بدید، منم حکم که نمیخواستم بدم، ولی نفس این تفاوت برای منی که تازه اومده بودم تو اون کشور و اصلا تازه از کشورم خارج شده بودم قابل فهم نبود، کلا غیر قابل فهم بود. و وقتی از خود این 11 تا پرسیدیم، خب جوابی که به هر حال به نظر می اومد که به صورت نسبی حداقل، چون به هر حال بعض کسانی
با احساس بحث میکردن، کسانی هم گوش میکردن تایید میکردن، ولی به هر حال اون جوابی که جواب متفق القول اینا به نظر میرسید همین بود که گفته شد و خیلی واسه من عجیب بود. یعنی به هر حال با توجه به اینکه تو ذهن من همیشه من دغدغه این بحثای آمار و احتمالات و اینا رو داشتم، ولی اون لحظه تنها احساسم این بود که یه زاویه‌ای دارن اشاره میکنن که من تا حالا جز حتی یکی از احتمالاتم هم نمیتونستم در نظر بگیرم. واسه هم جالب بود. با البته ببینید انقدر هم ناامید کننده نیست. در درجه اول ما خیلی از روزنامه‌نگاران ایرانی رو میشناسیم که در فواصل زمانی کم تونستن این کار رو انجام بدن. ما نمونه های جلو چشمون داریم که نشون میده این کار شدنیه. در درجه بعد یه چیزی که من در چیزهای قبلی هم بهش اشاره کردم توجه داشته بود. بله. یعنی بله اونجایی که به ظرایف فرهنگی برمیگرده درسته، کاملا قضیه پیچیده میشه. منتها حالا البته این لزوما ربطی به این داستان نداره، ولی کلا گوشه ذهنمون داشته باشیم هیچ ربطی به داستان هنر نزد کی است و بس و اینا نداره، ولی اصولا به دلایل خیلی شفاف و منطقی وضعیت روزنامه‌نگاران ایرانی که بخوان به این ظرایف مسلط بشن در مورد مثلا کشورهای انگلیسی یا فرانسوی زبان به مراتب بهتره از وضعیت روزنامه‌نگاران اون کشورها که بخوام به ظرف ایران مسلط بشن. حالا پیچیدگی جامعه ایران رو بذارید کنارا، به یه دلیل خیلی ساده، ماها وقتی که میریم در کشورهای خارجی بالاخره زبان اونها رو یاد میگیریم، اغلب اون یاد میگیریم دیگه، کسایی هستن که نمیگیرن ولی اغلب یاد میگیریم، و خود همین حداقل به ما این امکان رو میده که این چیزا رو از نزدیک تجربه کنیم، این چیزا رو بخونیم، نشریاتشون رو بخونیم، شبکه‌های اجتماعیشون رو بخونیم، و این خیلی مهمه در یادگیری. در حالی که اغلب روزنامه‌نگاران غیر ایرانی که راجع به ایران کار میکنن زبان فارسی رو نمیدونن. یه چیزایی البته در این حد که شما رو خوشحال بکنن که مثلا خداحافظ و دمت گرم و ببخشید من اینجوری میگم، این چیزا رو میگن واسه اینکه تاثیر بذارن رو مخاطب، ولی اینی که بتونه کیهان واس کنه بخونه نه، اینطور نیست. اینکه بتونه تلویزیون ایران نگاه کنه بفهمه راحت، اینطور نیست. معمولا منابع دست دوم رو مجبورن استفاده کنن، یعنی جای دیگری گفته باشه در اینجا اینو نوشته ترجمه کرده باشه، و خب طبیعتا پیچیدگی های مثلا جوامعی مثل ما که به دلایل مختلف و بسته بودن محیط زبان استعاره اینا اونها هم اضافه میشه. و این نکته که شما میگید در خصوص ظرف فرهنگی قطعا درسته، ولی مطمئن باشید که شما نسبت به روزنامه نگار انگلیسی که میخواد راجع به ایران کار کنه مزیت نسبی دارید، به خاطر اینکه حداقلش اینه که وقتی برید انگلیس کار کنید زبان انگلیسی رو یاد میگیرید، در حالی که او اگر چه کسایی هستن که واقعا زبان یاد گرفتن ولی خیلی اقلیتن، اکثریتشون همچین ویژگی رو ندارند، حداقل تو تجربه‌ای که تا فعلا وجود بوده این بوده. حدود 75% مبتلایان به بیماری کشنده ایکس دارای ژن ایگرگ هستند. کدام یک از گزینه‌های زیر درست است؟ 75% کسایی که این بیماری رو دارن این ژن رو دارن. اوکی. اگر کسی ژن ایگرگ را داشته باشد، همون ژنی که تو 75% کسایی که بیماری ایکس دارن وجود داره. اگر کسی ژن ایگرگ را داشته باشد، احتمال ابتلای بیماری ایکس بیشتر از حد متوسط ابتلای این بیماری در جامعه است. با وجود اینکه به نظر درست میاد کاملا غلطه. فکر میکنم در مورد این سوال استثنا ما اول مجبوریم گزینه درست رو بگیم، وگرنه گزینه دیگه غیر قابل فهمه. ببینید گزینه درست اینه. 75 یعنی داستان درستش اینه. حالا بعداً نتیجه میگیریم که کدوم یکی از گزینه ها به این میخورن. 75% مبتلایان به بیماری کشنده ایکس ژن ایگرگ رو دارن. آره، اما معنیش اینه که ژن ایکس لزوماً در بیماری ایگرگ موثر؟ نه، به این خاطر که اگر که 75% کسایی که این بیماری رو ندارن هم همون ژن رو داشته باشن،
پس نتیجه میگیریم اساساً به لحاظ آماری، به لحاظ منطقی، به لحاظ علمی رابطه بین ژن X و بیماری Y وجود نداره. اگر یه ژن در کسایی که این بیماری رو دارن بیشتر دیده بشه نسبت به کسایی که بیماری رو ندارن، بله خطرناکه. اما 75%، اصلا 75% نه، 90% کسایی که این بیماری دارن این ژن رو دارن. این هیچی به ما نمیرسونه تا وقتی نداریم که کسایی که سالمن چند درصدشون رو دارن. اگه کسایی که بیمارن 90% دارن، کسایی که سالمن 10% دارن، فاجعه است. باید حتما نگران باشیم. کسایی که بیمارن 90% این ژن رو دارن، کسایی که سالمن 90% دارن، هیچ تأثیر نداره. کسایی که بیمارن 90% این ژن رو دارن، کسایی که سالمن 88% دارن، این 2% تفاوت مهمه. البته اون وقت مهم هم اینه که ببینیم کلا این بیماری درصد وقوعش چقدره. اگه 1 در میلیونه، حالا 2% 1 در میلیون باز چیز خیلی مهمی نیست. یعنی بنابراین این یکی از اون چیزایی که خیلی در فضاهای رسانه‌ای باعث هیجان میشه. انقدر کسایی که این ویژگی رو دارن، این ژن رو دارن، این نتیجه صادر میشه که پس حتما این ژن ژن اونه. حالا فقط بحث ژن نیست دیگه، شما اینو به صورتی دیگه هم میتونید تصور کنید. مثالی که من در جلسه ای که مثال مرتبط و مطرح میکردم زدم، 70% دانشجوهای ایرانی مقیم سوئیس ترم اول در این درس میفتن. پس ما نتیجه میگیریم که دانشجویان ایرانی لابد به لحاظ ذهنی با این درس مشکل دارن. این هیچ رو اثبات نمیکنه. 70% باشه، 90% باشه، شما ببینید که دانشجوی سوئیسی چند درصدشون ترم اول درس میفتن. یا مثلا در بود دانشجوی مهاجر اگه میخواین صحبت کنین، دانشجوی مهاجر چند درصدشون درس میفتن. اگه دانشجوی ایرانی 70% ترم اول اون درس میفتن، بقیه دانشجوی مهاجر 80% میفتن، پس تر نتیجه که میتونید بگیرید اینه که دانشجوی ایرانی وضعشون خیلی بهتره نه اینکه بدتره. پس این 70%، این 90%، این ژن چی، اینا لزوما تعیین کننده نیست، مگر اینکه ما اون ورش هم بدونیم چقدره. ببینید اینا درسته به نظر ریاضی میاد، ولی یک منطقه که شما این منطق رو در کار خبری که هیچ عددی هم توش نباشه مجبوری رعایت کنید. اینی که لزوما یه اتفاقی یه جایی افتاده شما تا اون ور داستانش هم ندونید نمیتونید راجبش قضاوت کنید. البته اگه شتاب زده باشید قضاوتتون رو میکنید، احتمالاً خیلی هم طوری نمیشه، ولی خب بستگی داره که ما یه کاری رو میخوایم خوب انجام بدیم یا نمیخوایم انجام بدیم، ماندگار میخوایم انجام بدیم یا نمیخوایم انجام بدیم، میخوایم مورد ریفرنس بقیه قرار بگیریم در دراز مدت یا نمیخوایم قرار بگیریم. اینا انتخابایی که شخصی میشه انجام داد. پس گزینه‌های ما اینه: اگر کسی ژن ایگرگ را داشته باشد، احتمال ابتلای او به بیماری ایکس بیشتر از حد متوسط ابتلای این بیماری در جامعه است. کاملا نامربوطه. اصلا حد متوسطش چیه؟ این ژن ممکنه هیچ ربطی به اون بیماری نداشته باشه، در نتیجه ما نمیتونیم همچین حکمی بدیم. اگر کسی ژن ایگرگ را داشته باشد، احتمال ابتلای به بیماری ایکس بیشتر از 50% است. به همون نامربوطی بالاتریه. ممکنه با شرایطی که ذکر کردیم اساسا هیچ ربطی بین این ژن و اون بیماری وجود نداشته باشه. حالا دیگه بیشتر از حد متوسط، بیشتر از 50%، اینا دیگه همش حرفای غیر منطقیه. گزینه بعدی داشتن ژن ایگرگ حتما نگران کننده است. نه، ما ذکر کردیم که در واقع در مواردی ممکنه هیچ ربطی به اون بیماری نداشته باشه، پس چرا باید حداقل در این فقره خاص نگران باشیم؟ گزینه درست لزوما نمیتوان نتیجه گرفت که میان ژن ایگرگ و بیماری ایکس رابطه وجود دارد. این گزینه درسته. ما لزوما نمیتونیم نتیجه رو بگیریم مگر اینکه بدونیم کسایی که بیماری رو ندارن چند درصدشون این ژن رو در ساختار بدنشون دارن. و گزینه آخر اینکه 25% انسان‌ها در مقابل بیماری ایکس امنیتی نسبی دارن. این دیگه کاملا فضاییه دیگه، خیالیه. این 25% از کجا اومد؟ اساسا ما وقتی که نمیدونیم که چه ارتباطی بین این پدیده و اون اثر ممکنه وجود داشته باشه، دیگه تمام این درصدها چیزهاییه که ما داریم میسازیم از خودمون.